Aurora, Delta Russia, Mata Gora. Aurora, Delta Russia, Mata Gora, Kadma Asulh Bugi, Birar Matura. Akajon, Enga Kunduz, Ey Takhari, Bia Baham Begardim, Jura Juya. Mawaya, Zad Diluya, Paktiyayam, Vaya Az Bamiyane Basafayam, Balki Bugui, Kimo Az Yak Vatanim. نه صد پاره که بلکه جان و تنیم هزاره تاجیک و پشتون برادر تمام سهمشان با هم برابر زبون شی فرق مونه زبون شی فرق مونه دل شی یکیه وطن تقسیم نیه از کلگیه سلام شبتان بخیر با برنامه امشب خوش آمدید قرار است که در برنامه امشب با یکی از عمدترین مواردی که میتونه برای انکشاف اقتصادی افغانستان در حقیقت مهم و حیاتی باشه با شما صحبت بکنیم این که تولیدات داخلی و تولیدات وطنی چه جایگاهی داره با چه فرصتهایی روبرو هستند با چه چالشهایی روبرو هستند با شما و مهمانان معزز برنامه گفتگو خواهیم کرد اما در آغاز میریم به سطح شهر همکار ما گزارش را تهیه کرده در همین رابطه گفتنی‌های شهروندان عزیزمان را مشنویم و پس از او باز هم با کمال افتخار خدمت شما حاضر خواهیم موضوعی که امشب انتخاب کردیم یک موضوع خیلی مهم است که حداقل روز یک بار هم که شده ما در زندگی ما از او استفاده میکنیم و به او سر کار داریم یا در غذا خوردن ما یا در لباس پوشیدن ما خلاصه در خیلی موارد زندگی ما به او سر کار داریم شاید حال چیزهای در ذهن شما خطور کرده باشه که چی باشه ولی خوب است که من خودم بگویم موضوع امشب ما درباره تولیدات وطنی است میریم با مردم صحبت میکنیم ببینیم که چقدر مردم از تولیدات وطنی استفاده میکنن و شما هم ما را بیننده باشید سلام وقتتان بخیر سلام به شما و کارکنان طلوع سلامت باشی میشه خودم معرفی کنی؟ نور آقا هستم باشنده شهر کابل اسمم خالد احمد است باشنده کابل اسم من غزنیگل است باشنده اصلی ولایت خوست هستم عبدالقادر هستم از ولایت پکتیا میشه بر ما بگوین در نخست که مصروف چی کاروبار هستیم؟ من فعلا در شهر روندگی میکنم که مصروفیت دیگه ندارم خودم دکاندار هستم در ارزان قیمت تلفن فروشی دارم امرو یک شرکت خصوصی در امرو کارمند هستم ما خودم از اشار کاروبار دکان نوکره داریم از این میشه برام بگید که خودت چقدر از محصولات و تولیدات وطنی یا داخل استفاده میکنی؟ ما کوشش میکنیم که همیشه از تولیدات داخلی کشور خود استفاده بکنیم ماست، چکه و دیگر حبوبات که در دسترس ما قرار داره تولیدات وطنی زیاد استفاده میکنیم به خاطر رشد اقتصاد مؤثر تمام میشه تولیدات و از اون بیشتر استفاده میکنیم ما اکثریت وقت خصوصا فامیل ما کوشش میکنیم که تولیدات وطنی و محصول وطنی رو استفاده کنیم حالا ما خودمون استفاده زیاد میکنیم مثل کالا کلتوری ما شد یا خندوزی شد دیگه چیزا شد از این باید استفاده کنیم چرا باید از تولیدات وطنی استفاده کنیم و چی فایده داره ما از تولیدات داخلی کشور خود به خاطر استفاده کنیم که در رشد اقتصاد کشور تاثیر مثبت داره به خاطر رشد اقتصاد مردم و رشد اقتصاد کشور استفاده میکنیم هرگاه یک کشور بالای تولیدات وطنی خود تمرکز کنه و ملت مردم از کشور هم از تولیدات وطنی استفاده کنه این یک رول بسیار مهم در پیشرفت اقتصاد و انکشاف کشور داره اقتصاد وطن ما را بلند میبره و اقتصادش جور میشه و دولت ما با پای خود استاد میشه از کیفیت تولیدات داخلی بر ما میشه بگوین کیفیت چطور است برازی است یا خیر خب از تولیدات داخل کشور کوشش کنن کسایی که شرکت های ایجاد میکنن اونجا از تولیدات خوب کار بگیرن چیز بهتر از خارجی ها باشه اگر نه که اونا باز یک چیزی رو تولید میکنن که به نفع مردم و به نفع کشور نمی باشه و مواد کامل خوب درست نمی داشته باشه اون موسیقی به ضررشان است 100% نه به خاطر بعض مردم راضی می باشه بعض مردم راضی نمی باشه دیگه است تولیدات وطن استفاده کردن گپ خوب است تا حد زیاد اندازه راضی هستیم ولی بازم کشور ما چون کشور بسیار پیشرفته نیست بعض مشکلات خاط وجود داشت اما ما کوشش میکنیم که از تولیدات وطنی استفاده کنیم و دیگر مردم هم در این باره تشویق کنیم بالکل راضی هستیم کیفیت خود بسیار خوب است که جور شود وطن ما و معلوم است حلال است خوب است
که از گجمه و معلوم نمی باشه که یا لال است یا حرام. قیمت تولیدات داخلی چطور است؟ ارزان است یا قیمت است؟ خب نظر به نرخ که میبینیم فعلا اگر یک مثال بتیم یک کیلو ماست 50 افغانی است. یعنی فکر میکنم که تولیدات داخلی کشور ما بهتر است. تولیدات وطنی ارزان است نسبت به تولیدات خارجی. تولیدات داخلی اکثریت وقت ارزان باید باشد، چون در کشور تولید میشه مواد ابتدایش، مواد خامش از کشور میباشد، زیاد مصارف گمرکی نداره. فعلا خود نرخا که بلند است خوب میشه بخیر. دولت که سرپای خود است، شما که بخریم از هواد خود یک چیزا بخریم، ماست و کالاش و دیگه چیز از هواد ما که جور کنه رو بخریم، بسیار فایده داره، باز وطن ما هم جور بشه. باز هم خوش آمدید بیننده های عزیز، وقتان بخیر. در هر کجای افغانستان عزیز، در 34 ولایت افغانستان عزیز که حضور دارین و بیننده برنامه خودتان هستین، یا حتی کسانی که در بیرون از افغانستان هستند و بیننده برنامه خودتان، انشالله که لحظات خوب و خوشی را تا این لحظه سپری کرده باشین در کنار کانون گرم خانوادهتان. گزارش را دیدیم، دیدگاه های متفاوتی که مطرح شد، هر کس از یک زاویه‌ای به تولید وطنی و تولیدات داخلی اشاراتی داشت. یکی گلمن بود، یکی تشویقگر بود و یکی میگفت که خب نقش حمایتی سکتور خصوصی و حکومت‌ها برای تقویت نظام اقتصادی در افغانستان یا تولیدات اقتصادی چقدر میتونه مهم باشد. تمام اینها در حقیقت استوانه ها و پیکره های اصلی این برنامه را به خودش اختصاص میده که در فواصل مختلف برنامه در خدمت شما خواهیم بود و با مهمانان عزیز بحث خواهیم کرد. اما تشکر میکنیم از حامی مالی برنامه. اگر میخواهید ذهن هوشمند، فکر توانمند و زندگی صحتمند داشته باشید، پس انرژی قوی، صحی و نفیس پارتی را از یاد نبرید. وقفه. باز هم خوش آمدید، شبتان بخیر. برنامه خودتان برنامه امشب است و باز هم مهماندار هستیم. معمولا مردم افغانستان یا چاشت یا شب مهماندار هستند. ما هم در این برنامه مهمان عزیزی داریم که در این لحظه ما با کمال افتخار از حضورشان دعوت میکنیم که تشریف بیارن. برادر بزرگوارم عبدالنصیر رشتیار، رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات ذوب آهن افغانستان. خیلی خوش آمدید. سلامت. تشکر. بفرمایید. کمره ها در اختیار شماست. سلام. در آغاز سلام و مقدمه ای که مطمئنن سرآغاز نیکویی خواهد. بسیار زیاد تشکر. من سلام های خود خدمت شما و تمام بینندگان برنامه زیبای شما امشب که این لحظه ما را بیننده هستند تقدیم میکنم به امید خودکفایی افغانستان. انشاءالله. چقدر زیبا آغاز سخن ای که به امید خودکفایی. خب من بحثم میخوایم از همینجا نقل گرفته از گپای خودتان جناب رشتیار میخوایم پرسان بکنم که ابتدایی ترین تعریف برای خودکفایی و تولیدات داخلی چی هست؟ بسیار عالی. اول خود تشکر میکنم که همیشه شما از تولیدات داخلی حمایت کردین و خلاص کلام کوتاه، آن چیزی را که ما از بیرون بابت زو به میلیون ها دلار هزینه میکنیم، اگر بتونیم را داخل کشور تولید بکنیم، از یک طرف زمینی کار ایجاد شود و از طرف دیگه مانع خروج ارز از افغانستان شود، خودکفایی است. یعنی نیازمندی های خود تولید بکنیم. این یک تعریف عام و کلی هست. یک چقدر عالی. یک تعریف کاملا اکادمیک. یک تعریفی که خیلی مختصر اما به اندازه یک کتاب پرمفهوم. خیلی سپاسگزار هستم. حالا پرسش دیگه که من میخوایم داشته باشم، عوامل مؤثری که بر رشد اقتصادی در تولیدات داخلی میتونه برای یک کشور به عنوان یک امتیاز مطرح باشه، به نظر شما چی است؟ من فکر میکنم سه عوامل وجود داره. خب. دولت، ملت و تولید کننده ها. اگر امی مثلث با هم دست به دست هم بته، نه تنهایی که ما حرکت میکنیم به طرف رشد اقتصادی، بلکه تبدیل میکنیم کشور از یک حالت مصرفی و از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی. بسیار خوب. دولت، ملت و
رتبه خود تولید کننده اینا هر سیش کار خانگی خود داره. دولت اگر فرصت باشه که من تشریح بکنم، اگر دولت کارهای خانگی خود انجام بده، عوامل تولید مهیا بسازه و فرصت ها و زمینه مساعد به خاطر جذب سرمایه گذاری ها مهیا بسازه، بدون شک که تولید کننده تشویق به سرمایه گذاری میشه. مثلا دولت مکلفیت داره تا بسه های تشویقی را کاهش مالیات، تشویق به خاطر صادرات، مهیا نمودن زمین به خاطر تولید، تامین برق و انرژی، دسترسی تولید کننده ها به منابع مالی مثل قرضه های طویل مدت از طریق بانک ها و به می شکل سیاست های حمایتی در قبال تولید داخلی. اینا از جمله وظایف حکومت هستند که اینمی شرایط مهیا بکنه تا تجار سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری پیدا بکنه و سرمایه گذار ببخشید دوم ملت است. وظیفه چیست؟ مثل که ملت های دیگه که بعد از جنگ جهانی دوم مثل ژاپن، جرمنی، فرانسه اینا که به خاک مبدل شد و اقتصادشان ورشکست شد، اینا چی راهکار را پیش گرفتن تا امروز سرپای خودشان استاد شدن؟ ژاپن جایگاه خود داره، فرانسه و آلمان جایگاه خود داره. اینا در ابتدا ملت تصمیم گرفتن که آن چیزی که در داخل کشور خودشون تولید میشه بیشتر کوشش کردن او را مصرف کنن و مدت‌های طولانی دروازه‌های کشورشون را برای واردات بند ساختن و آن چیزی که بی‌کیفیت خودشون تولید میکردن اونا مصرف کردن و این مصرف باعث ازی شد که هم اشتغال زایی صورت بگیره و هم کیفیت اقتصادی صورت بگیره و هم کیفیت بلند بره. تولید کننده ها وظیفه‌شون چی است؟ تولید کننده دو نقطه و یا بالای دو نقطه متمرکز شوند که کیفیت و قیمت. هر از گاهی که تولید کننده ما جنس با کیفیت تولید بکنه و قیمتشان مطابق به کالاهای خارجی رقابتی باشه، بدون شک مردم تمایل پیدا میکنند که از تولیدات داخلی مصرف بکنند. حالا اگر بخوایم از یک زاویه دیگه که همین دو فاکتور ملت و تولید کننده را در کنار از اینکه حکومت نقش خودش را داره انشاءالله خواهیم پرداخت، اما این دو تا چقدر میتونه در امرار معاش یا تأمین به اصطلاح یک خانواده از نگاه اقتصادی تأثیر داشته باشه؟ ببینین چون بحث ملت و تولید کننده است، شما زمان تغییرات در دسترخوانتان آورده میتونین و یا شما زمان میتونین که وضعیت اقتصادی خانواده تان بلند ببرین و یا رفاه اجتماعی به میان بیاین، شما اشتغال داشته باشین و دو پدیده منفی که امروز دامنگیر مردم افغانستان هستند فقر و بیکاری است. هر از گاهی که ما بخوایم حرکت بکنیم به طرف تغییر دسترخوان و اقتصاد خانواده ها بلند برم و نیاز به اشتغال داریم. درست. و اشتغال زمان صورت میگیره که شما شاید سرمایه گذاری در کشور باشین و سرمایه گذاری زمان محقق میشه که حکومت شما را حمایت بکنه و زمینه و بستر مناسب به خاطر سرمایه گذاری ایجاد بکنه. یکی از مواردی که بازم به عنوان یک پرسش که شهروندان افغانستان دارن، ایره ما بار برخورد کردیم در سفرهای مختلفی که ما به ولایت‌های مختلف داشتیم، خصوصا در فصل‌هایی که سیفیجات مثل تولید رومی و پیاز و کچالو و موارد از این قبیل بوده، در کنار سرک‌ها ما بسته های یک سیره بانجان رومی را به قیمت 20 افغانی هم داشتیم. بله. چرا سرمایه گذار در کنار حکومت تا حالا موفق نبودند که سردخانه هایی بسازند که تولید کننده، ای باغدار و ای کشاورز، ای دهقان چیزی را که تولید کرده حداقل اگر در زمان خودش فروخته نتونست، ای را بتانه بگذاره که در یک فصل مناسب در زمان مناسبتر یا صادر شوه یا فروخته شوه، نه ای که یک سیر باینجان رومی به 20 افغانی، 25 افغانی بسیار آسیب میرسانه. از طرف دیگه کارخانه رب اگر ساخته شوه در افغانستان شاید داشته باشیم انگشت شمار، اما متاسفانه شاید کفاف نکنه. پیشنهاد خودتان به عنوان یک کسی که در این زمینه خبره هستین چی است؟ بسیار زیاد تشکر، سوال خیلی خوب و بجا. ببینین سرمایه گذاری دو چیز شما میخواید، مسئولیت مالی و مسئولیت جانی. تا زمانی که یک تجار و یک سرمایه گذار حس نکنه که مالش و جانش در یک کشور به امن است، در کشور سرمایه گذاری نمیکنه. هر گاهی که شما مسئولیت مالی و جانی به سرمایه گذارتان بتین، اونا حاضر میشن و فرصت دمین در کشور سرمایه گذاری میکنن. 20 سال یعنی بعد از مرحله بازسازی که قوات های خارجی در افغانستان آمد و کمک های جامعه جهانی به افغانستان آغاز شد، متاسفانه کمک بود،
شرایط میسر نبود، مهیا نبود. از یک طرف تجار شما جانشان مسئول نبود و از طرف دیگه مالش هم مسئول نبود و یعنی تضمین وجود نداشت. مثلا شما در اون وقت شاید و از طرف دیگه یک رقابت اقتصادی هم بین بلوک اقتصادی که زی دخل در مسائل افغانستان بودن بدون شک بدون شک اینجا خود مسئولیت وجود نداشت و فساد که گسترده که در ادارات حکومتی بود هم شما شاید بودین که عمل باعث فرار سرمایه شد که بعد سال 2014 تا امروز شما شاید سرمایه گذاری چشمگیر در افغانستان نبودین و از طرف دیگه سیاست های خصمانه کشور همسایه گناه هیچ گاهی نمیخواستن که مارکت 35 میلیونی افغانستان از دست بدن و به هر طریق ممکن چی از طریق سیاست های دمپنگ چی از طریق سیاست های خصمانه دیگه مانع به پاساد شدن افغانستان در بحث صنعتی شدن میشدن در حالی که با سرازیر شدن میلیاردها دلار شما شاید یک ایجاد یک سردخانه معیاری در تمام افغانستان نیستین و همه ساله شما میبینید که دربار شما میوجات شما که در زمان فصلش یک بارگی به بازار عرضه میشه اینو از بین میره و دوم در قسمت استانداردسازی و معیارها در افغانستان کار صورت نگرفته حالا که شما بحث صادرات دارین که چین ناظر است که 98% مالیات یا تکس بالای صادرات افغانستان ما بکنه ما گفتم ایست که بین فکر بکنیم ما چی به صادرات داریم کدام کالاهای ما اونمو میارها و استانداردهایی را که مردم چین میخواد در کالای افغانی ما وجود داره نداره در حالی که خود چین یک تولید کننده است که بازار اقتصادی را سال را ما به یاد دارم زمانی که ما انار به پاکستان به چین صادرات داشتیم واپس شد به دلیل اینکه در زمان دواپاشی اونمو دهقان ما و باغدار ما دوای بیکیفیته که به انار دواپاشی کرده بودند به قسمت پایینی زرات مواد کیمیایی دیده شده بود و اینا پس دوباره مسترد شد بنان من فکر میکنم به خاطر فروش محصولات زراعتی ما یگانه مارکت هایی که ما به او به شدت نیاز داریم و مشابهت بازار داریم پاکستان و بازارهای هندستان است چون قسمی که شما اشاره کردین امورومی که در پلاستیک بالای سرک کنار صدک کنار جاده یا بالای کراچی و فروخته میشه عین مارکت شما هم در پاکستان دارین و هم در هندستان دارین بنان به خاطر است که ما میگیم بین مشکلات ترانزیت با پاکستان حل مهمی است جناب رشید بدبختی ما این است که باغدار دهقانی که زحمت کشیده رومیش با قیمت مفت فروخته میشه اما متاسفانه ما در بخش واردات ربع از ایران و پاکستان و کشورهای همسایه وارد میکنیم تمام دنیا ببینین سیاست های مایوی خود در قبال تولیداتشون داره مثلا جنس را که شما تولید میکنین حکومت تلاش میکنه که امی محصولی که تولید شده در داخل کشور اینا را حمایت بکنه یعنی به این معنا که مشابه ازی که از بیرون از کشور میاد تکس دوچند بالاش بلند میبره و بیشتر تشویق میکنه تولید کننده را که مارکت کاور بکنه و به می شکل بتونه این سرپای خود ساخت شد تا زمانی که بتونه توان رقابت پیدا بکنه دوست. اما شما در افغانستان ببینین هر از گاهی که یک تولید داخلی در افغانستان در مارکت تمو جای خود پیدا کنه و یا مارکت بگیره سیاست های دمپینگ کشور همسایه مانع رشد بیشتر از اون میشه و اینجا دولت هم متاسفانه خیلی غفلت میکنه تا بتونه کالایی که در داخل کشور تولید شده مشابه زوره یا ممنوع بکنن و یا حداقل اگر ممنوع نمیخواین بکنن تکس بالاشان اضافه بره مثلا امروز شما در بحث فلزات در افغانستان به خود کفایی رسیدین شما 42 فابریکه فولاد در سراسر افغانستان دارین سالانه 500 میلیون دلار شما میپرداختین تا فلزات مثل سیخ گل گادر چه از بیرون از کشور می آوردین همه امروز خوشبختانه شما خودکفاسین 14 هزار تن ماه گذشته شما با پاکستان سیخ گل صادرات داشتین که در تاریخ صنعت افغانستان بی‌نظیر است و بی‌سابقه است سلامت باشین از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین جناب رشتیار صاحب رئیس اجرایی اتحادیه فابریکات ذوب‌آهن افغانستان سلامت باشین و همچنان از شما بیننده های عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با برنامه خودتان همراه هستید تولید وطن افتخار وطن بیاییم دست به دست هم دیگر بتیم و از تولیدات ناب و خالص وطنی استفاده بکنیم این رمز خودکفایی و استقلالیت خواهد بابا باشید بکنم بازم خوش آمدید در بخش چیگپای امشب بازم قرار است که موضوعات مرتبط با تولیدات داخلی و وطنی و حمایت از تولیدات وطنی که در حقیقت اساس گذار پیشرفت و خود اتکایی برای افغانستان محسوب میشه با شما صحبت خواهیم کرد اما از
اثرات تولید داخلی ما میخوایم خدمت شما نکاتی را عنوان بکنم. به طور مثال حرکت به سوی استقلال و خودکفایی و خود اتکایی و رهایی از وابستگی. ما یک کشوری هستیم که به دلایل مختلف بیشتر وارد کننده بودیم تا صادر کننده و این خوب است که در رابطه با تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات داخلی سه فاکتور مشخصی که وجود داره دولت، ملت و تولید کننده در کنار هم دیگه برای اعتمادسازی بین مردم و کیفیت دوامداری که میتونه روی تولیدات افغانستانی تأثیرات خود را بگذاره انشالله گام بردارن. دو، مستحکم کردن اقتصاد داخلی و شکوفایی. بازم اگر از یک زاویه دیگه بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که اقتصاد داخلی وقتی که بحث شکوفاییش مطرح میشن نیاز به این است که مردم دست به دست حکومت، سکتور خصوصی دست به دست نهادهای دولتی بتن و به خاطر خود اتکایی و به اصطلاح تولیدات داخلی و حمایت از تولیدات داخلی که مردم نقش اصلی را در اداره میتونه که بسیار مهم و حیاتی باشد. در بحث سوم حذف دلالی ها و واسطه‌گری هاست. در گذشته قسمی بود که وقتی یک تولید کننده، وقتی یک صادر کننده و وقتی که یک مصرف کننده بر اساس بازار عرضه و تقاضا جنسی را وارد افغانستان میکرد و مردم افغانستان هم ناگزیر به خریداری به خاطر مواد ارتزاقی خانه خودشان داشتند، به عناوین مختلف یا با کیفیت پایین ای اجناس را خریداری میکردند یا با قیمت بالا. ولی وقتی که بحث خود اتکایی پیش میآید و واسطه گری ها برداشته میشه اینجا نقش مردم بسیار حیاتی هست. در بحث بعدی چهارم، افزایش درآمد ملی. ما از گذشته تا امروز حداقل در چهار دهه اخیر وقتی که نگاه میکنیم بودجه عادی نظام چه در گذشته چه در حال که خوشبختانه حالا یک مقدار یک دستاورد خوبی بوده، حداقل برای سال مالی 1401 برای اولین بار بوده که افغانستان این توانایی را پیدا کرده که از بودجه عادی خودش مخارج اداری و کارهای اداری را تأمین بکنه که یک دستاورد بسیار عالی هست. از طرف دیگه در مرحله بعدی افزایش صادرات. هر چقدر صادرات بیشتر باشه که نیاز به یک مؤلفه دیگه داره، تولیدات اضافه شوه صادرات اضافه خواهد شد. وقتی که صادرات اضافه شد مثل بحث کشور چین که چیزی در حدود 92% از مالیات اجناس تولید شده که از افغانستان صادر میشه به او کشور مالیات خود را کم کرده، اینا نشان دهنده از این است که حالا کم کم باید دهقان ما، باغدارای ما، تولید کننده های ما بیشتر امیدوار به این باشند که با همکاری نظام و دست در دست دادن مردم افغانستان انشالله ما بتانیم که به این مسئله بسیار مهم که صادرات هست، حالا جدای از بحث واردات که ما مطرح کردیم. اما چالش هایی که در تولید در افغانستان وجود داره، یکی از مواردش که خیلی دردناک است ناباوری مردم نسبت به تولید خالص افغانستانی است. چرا ما باورمند به این نیستیم؟ چرا فکر میکنیم که یک جنس کوریایی، یک تولید خارجی، چه از ایران باشه، چه از پاکستان باشه، چه از چین باشه، وقتی وارد افغانستان میشه فکر میکنیم که از تولید افغانستان کرده بهتر هست. باورها را تغییر بدیم. وقتی که باورها را تغییر دادیم تولید ما تغییر خواهد کرد، کیفیت ما تغییر خواهد کرد، کیفیت زندگی ما تغییر خواهد کرد و کیفیت تولید ما تغییر خواهد کرد. انشاءالله در این زمینه مردم افغانستان بسیار در اون سه فاکتوری که من عنوان کردم، دولت، ملت و تولید کننده، اینجا دست به دست هم دیگه بتیم انشاءالله تولیدات داخلی بسیار خوبی را ما خواهیم داشت و باورمندی را حداقل در جامعه خود ما به وجود خواهیم آورد. یکی از مواردی که در زمره چالش ها حداقل در بحث تولیدات داخلی مطرح هست قیمت بلند کالا هست. گاهی وقتا
قیمت های تولید شده یا مواد خامی که یک تولید کننده به عناوین مختلف دریافت میکنه و او را به عبارتی به یک شی، به یک جنس، به یک تولید تبدیلش میکنه، متاسفانه قیمتش خیلی بالاتر میره که ای در اینجا مهم است که حکومت در رابطه با سوبسایدی که در این زمینه در نظر میگیره باعث پایین آمدن قیمت و بالا رفتن کیفیت باشه. مورد دیگه که به عنوان یک چالش مطرح هست، نبود بازار کاملا رونقدار کالا هست. در بخش های مختلف، بخش تولید قالین در افغانستان یکی از مشاغل پردرآمدی میتونه باشه به عنوان افغانستان که یک کشور کوهستانی است و دامپروری و تولید پشم و بعد از او تبدیل کردن به به اصطلاح تار یا نخ یا به عبارتی تولید کردن به گلیم و قالین که اینا صادر میشه به کشورهای دیگه میتونه نقش بسیار مهم باشه. یک بحث دیگره که اینجا واقعا نقش حکومت و نظام به خصوص وزارت محترم مالیه نقش بسیار تعیین کننده داره، بحث بالا بودن سطح تعرفه های گمرکی است به خاطر وارد کردن مواد خام اولیه برای تولید در افغانستان که امیدوار هستیم در این زمینه هم انشاءالله نظام آستین را بالا بزنه که مطمئنن چنین خواهد بود. آخرین نکته، نبود اماکن درست برای ذخیره کالا که در بحث هم حداقل در لابلای برنامه ما داشتیم. وقتی که سردخانه ما داشته باشیم و سرمایه گذار جرأت سرمایه گذاری در این زمینه داشته باشه، یقینا تولیدات ما پیشرفت خواهد کرد و به خود اتکایی و خود اکتفایی خواهیم رسید. وقفه. زړګي صبروم کله صبرېږي یا زړګي صبروم کله صبرېږي دا پارټي زما ډېره یادېږي یا پارټي زما ډېره یادېږي. کیس دروازه کیس کې ډبو ډوب او جانے پدر جانے پدر جانے پدر پدر خوباش 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 بچے سلام خوباش دیگه تو چیرا دروازه دروازه بند بود این دروازه ډبو ډوب میگه کی بود پدر خودت بس کنی پدر حافظیت خراب شد ولی از یادت رفته اینا سودا را آوردم چی آوردم چی آوردم چی اینا پیران گفتی خوب یک پیران اما تو ساخت خارج برات آوردم یک دیگه چی گفتی لوبر تایپ لوبر بر 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 لینا گفت لوبر تایپ بیار لوبر دایک اینا اینی لوبر دایک لوبر دایک آوردی آ لوبر دایک لوبر تایپ لوبر تایپ کو لوبر تایپ چی آوردی دیگه این دیگه لوبر دایک اینا گفتم که به خاطر چیز بعد دیگه چی اینا هم تولید خارج یک گلاسا که خوبیش اینا اینا ای آوردم برات دیگه گفتی پاتارومی بیار یا بونجوروی پاتارومی پاتارومی اینا هم آوردی بانش پلاستیک بانش اینا دیگه باشه بونجوروی بانش 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 گفتم بانش امروز بده پلاستیک بانش ده پلاستیک بانش ده پلاستیک بانش چرا تولیدات وطن خود ما رو نمیری هر چیزی که الان تولیدات وطن خود داریم از می گلاس ده تولیدات وطن خود داریم از این زمین به تولیدات وطن خود ما پارتی ماکارونی تولیدات وطن خود ما پلاسکو پلاسکو پلاستیکی سطل پلاستیکی جک ماشینی چیز ازی 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 کالاشویش کل تولیدات وطنی است بوره داریم تولیدات وطن داریم گور داریم تولیدات وطن خود ما است ها هر چیز چای چای الا چای امی برگ زیتون خودش چای است تولیدات وطن خود ما ها زیر پیرانی تولیدات چپلق داریم بسیار خوب چپلق داریم تولیدات وطن خود ما دای سکو چکو ای تولیدات وطن خود ما ایره جندای دند آقا مندازن مندازن ای تولیدات وطن خود ما ای تولیدات چنا جو تولیدات وطن خود نمیری او قمقل او بی عقل او پدر خود تو مرا بی عقل میگی خو اینه فکر کو که نمی بونجورمی از تولیدات وطن خود بونجورمی نیست روبی روبی روبا امیر روبا از تولیدات وطن خدا آوردیم یا ایواز روب مثلا بانجورمی آوردیم یا روبی تولیدات وطن خدا آوردیم این حاله که دیگه بار میکنی خب گوش که پدر این گازشا نمیگی که از خارج میه این دیگه که دو نان پخته میکنیم ای از خارج کفگی از خارج گاز از خودم هست گاز از خودم هست گاز از خودم هست گاز از چیز میه پر میشه از ایرتان از اینجا پر میشه ایرتان گاز از خودم هست دبی گازش که بس اونو مثلا
تولیدات خود نیست. پدر یک روز من نمیده که در خارجی خود از زردم گفتم کلش چیزی ما وطنی یک دیگی وطنی پخته میکنم. فهمیدی؟ یک وقتی بیاده سعی میکنم که سه روز تیر شد سودای دیگ کرده من دیگ پخته نشد. بخاطر اینکه گازم گرفت پیشم گوگرد آمد پیشم گفت گوگرد گرفت گفت ساخت ما. گاز گرفت گفت ساخت ما. دیگه گرفت ساخت ما. کفگیری گرفت گفت ساخت ما. دیگه بخار از خود ماست. دیگه بخار این دلدرون تجور میشه. اونو جب یادر قند ما دیگه مطالعه خود ما. از تولیدات خود سیکو. بانجان داریم. بانجان رومی داریم. کدو داریم. شلغم داریم. انجیر داریم، زیتون داریم، چی بگویی که نداریم؟ همین کلش تولیدات خود ماست. حالا که بیادر قند ما که نفره ما مردم ما اینم یکقدر کار کنه که مثلا تیر زیتون رو میکشن، صحیح؟ مفروشیم. مثلا بیادر قند ما از بانجان اچار جور میکنیم، از رو بانجان رومی اچار جور میکنیم، از کدو اچار جور میکنیم، تولیدات خود ماست. قربان چیم؟ سابقه ما سمت تولیدات داشتیم. ما پرستانبول بنامه نوالجین با تولیدات داشتیم. سیکو او کلا خورده او کلا خورده ایتو نگو خفه میشو از خانه ما بیرون میشو ایتو نگو خفه میشو از خانه ما بیرون میشو آها ها ها باش تو که تکتی برای ما تو آهنگ میخوانی ها؟ برای ما آهنگ میخوانی خیلی خوش آمدید همچنان در خدمت شما هستیم و در این لحظه مهماندار هستیم برادر عزیز ما هاشم الیاسی تاجر قالین و همچنان رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان قالین کابل خیلی خوش آمدید تشکر در آغاز مقدمه و سخنان ابتدایی تشکر سلامت باشین اولا من سلام های گرم خود خدمت بینندگان و بینندگانی که خارج از افغانستان هستن و در داخل افغانستان هستن سلام احترام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان سلامت باشین خیلی خوش آمدین از اینکه دعوت ما را پذیرفتید بخیر باشین تشکر سلامت باشین. شما یکی از به اصطلاح تاجران قالین هستین بله ما میخواییم پرسش را اینگونه مطرح بکنم که ما در حال حاضر در افغانستان چقدر قالین باف داریم که آمارش حداقل مشخص است برای شما؟ تشکر از سوال شما طبق آمار امسال سال 1401 نداریم سالهای قبلی آمار داریم بالای 1 میلیون در سراسر افغانستان 1 میلیون نفوس افغانستان در مشغول کار قالین هستند بله. و کار قالین در از شروع ابتدا که کارشان به مراتب یک پروسه بسیار طولانی و درازمدت داره ما گفتم میتونیم که پشم که از گوسفند میگیریم او یک نوعی از کار بخش قالین میشه درست و بعد پشم یعنی بخشش از رنگرزی و پشم گیری و بله. گوسفندداری و دامداری و تمام از اینا ارتباط بله میگیره بله. به هم دیگه صنعت قالین یک کار دوامدار و درازمدت و گوشه مسلسل هست مسلسل و گوشه اینا کار است درست و ما پشم که از گوسفند میگیریم بخش از کار است و بعد این به شوشت میره بخش از کار است درست و بعد شوشت که میره بعض خانوما ایر در رسیندگی دارن در خانه خود و یا در مراکز شرکت ها اینا نخریسی میکنن این نخ تولید میشن با کوالیتی های مختلف با سایز های مختلف بعد این برنگ میره این یک بخش کار شد بعد از رسیندگی بخش کار رسیندگی ختم شد این میره به بخش رنگریزی این یک بخش تعامل کار است یک شعبه میشه بعد از رنگ میره به بافت میره این بخش دیگه بافت خب حالا ما میخوایم یک پرسش دیگه مطرح بکنم شما سلسله مراتب که تا به مرحله بافت میرسه یک قالین صحبت کردین از چی به اصطلاح از پشم گرفتن پشم آغاز میشه با تا شستن تا با پروسیس و شستن و همه از اینا بله اما یاد نکردین از کرک در افغانستان چقدر جایگاه داره و قیمتش و ارزشش و معمولا در کدام ولایت ها بیشتر با کرک سرکار دارن کرک بخش کشمیر است او جدا از بخش صادرات افغانستان است جدا از قالین است درست و ما بخش پروسه قالین کار میکنیم کرک یک بحث جداگانه است که و ابریشم هم میتونه که بله بله کرک از تا
طبعا از دولت هرات، هلمند، این قندهار اینجا بازیافت میشن. درست. و کرک بخش کشمیره و ابریشم است، او بخش جدا از قالین است. بسیار خوب. قالین انواع خود داره و ابریشم و کرک و بهترین نوع کشمیره در افغانستان حداقل تولید میشه و بافته میشه چه نوع قالین است؟ انواع مختلف داره، مثلا سمت مزار شریف بافت خود داره، سمت ولایت مرکزی در نقشه فرق میکنه یا در کیفیت؟ در بافت هم فرق میکنه، در نقشه هم فرق میکنه و ساهای مرکزی مثلا بامیان کار میکنه، غزنی کار میکنه، ولایت میدانوردک، دو ولسوالی، ولسوالی اول بیسود و ولسوالی حصه اول بیسود و حصه دوم مرکزی، ولسوالی مرکزی بیسود. درست. و همینطور ولسوالی جلریز در میدان ورده، در میدان ورده کار میکنن، مثلا سنگلاخت کار میکنن. درست. و ولایت هرات هم کار میکنن، اما بافت مرکز که کابل است و ولایت بامیان است و ولایت در کابل. براتون مشخص هست تقریبا که چند خانواده در حقیقت به بافت قالین یا عمود دارهای قالین را در خانه های خودشان داره؟ آیا دارهای قالین مربوط به خود خانواده ها میشه یا نه؟ این مربوط به شرکت دارایی میشه که به اونا امانت میتن تا اینکه قالین بافته شود؟ این طبعا بعضی فرق میکنه، اما 10% اینا خودشان کارگاه و مواد و قالین دارن و 90% اینا شرکت های کوچک هستن، شرکت های کلان هستن که اینا مواد و کارگاه و تمام تجهیزات آماده میکنن و خانواده در خانه خود کار میکنن. و یک پرسشی که حتما بیننده های عزیز ما میخواییم که ایره داشته باشن، بله، و ما هم به عنوان نماینده بسیار کوچک از جامعه تقریبا 35-40 میلیونی افغانستان ما میخواییم که این پرسش را مطرح بکنم با شما. آیا هنوز هم تولیدات افغانستان به نام پاکستان صادر میشه؟ بله بله، 85% قالین افغانستان به نام پاکستان صادر میشن. خب بین بحث او بحث جداگانه بحث است، ما او بحث درازی است، بحث زیاد است، ولی در واقع واقعیت این است که سرمایه گذاری در افغانستان کم شده. کیها سرمایه گذاری کم کردن؟ خب بالاخره تاجر داربسته یا دار قالی را گذاشته، ابریشم را داده، تار را برش داده، رجبندی را برش داده، تمام نقشه را برش داده، ابعاد یک قالین را برش داده، از ابتدا تا انتها فقط اما اجرتی که بابت بافت قالین یک خانواده دریافت میکنه، ای یک بحث جدا است. حالا امی کسایی که بالاخره صاحبان سبک هستند، کسایی که صاحبان سرمایه هستند، این دارها را دارن، قالین صادر میکنن، چرا به نام افغانستان این کار صورت نمیگیره؟ خودت به عنوان یک کسی که تاجر قالین هستی گپ چی است؟ خب به اندازه‌ای که تاجرای افغانستان سرمایه گذاری کرده، به اندازه‌ای که تاجرای پاکستان سرمایه گذاری کرده فرق است. فرق اینجاست و دولت پاکستان دیبیت یعنی تشویقیه برای صادر کنندگان قالین تشویقیه دارن، بستهای تشویقیه دارن. هر کانتینری که از پاکستان خروج میشه و صادر میشه کشورهای بین المللی، بازارهای بین المللی مثلا بازارهای اروپا، بازارهای آمریکا، بازارهای استرالیا، اینا دولتشان برایشان تشویقیه داده و به ما به تاجرین قالینی که تولید کنندگان قالین زیر مجموعه انجمن است، کسی دیبیت یا تشویقی، بسی تشویقی نه دولت و نه کدام، حتی کدام بانک خصوصی یا بانک ملی یا بانک. اینجا مطرح میشه که شما خواستین و داده نشده یا نه؟ نه، شما هم به توجهی کردید؟ طبعا ما توجه کردیم، بله، ما همین بسی تشویقی را از دولت جمهوریت مخواستار شدیم. در گذشته اونا به ما وعده کردن اما قابل اجرا نبود، قابل اجرا نشد. نهایی شد اجرا نشد. قابل اجرا بود چی بود؟ خب زیاده خواهی شما بود بودجه... یا موارد دیگر مالیاتی وجود داشت؟ نه خیر، بودجه ای که مثلا تخصیص داده میشد و یا بودجه دولت کم بود و یا بودجه کدام دونر به ما تشویق نکرد، صرف یک دلیزای اویی بود که امو هم خیلی تشویق شد که 15% تولیدات افغانستان قالینش دهلیزهای هوایی و مرزهای
به اصطلاح زمینی و دریایی اینا میگذاریم. بله. گپ اصلی و جان گپ ای است که خود شما به عنوان تولید کنندگان چقدر واقعا تلاش کردین و چقدر با وزارت‌های سکتوری، با بخش‌های مربوطه، با وزارت تجارت افغانستان، با وزارت مالی افغانستان، با نهادهایی که مرتبط به این قضیه باشه صحبت کردین که شما بتونین این کار را انجام بدین که این نفعش بیشتر عاید شما باشه. و بحث ای در قدم اول من گفتم، بازم تکرار میکنم، سرمایه‌گذاری که ما کردیم، سرمایه‌گذاری که مثلا تاجرای افغانی کردن و سرمایه‌گذارای پاکستانی کردن، اونا بازار قالین در اروپا یا بازار دیگه بین المللی که است با قرضه، یعنی با دراز مدت فروش میشه، وام داده میشه. مثلا قالین فروش میشه، بعد 6 ماه، بعد 1 سال پولش دریافت میشه. یعنی ما اون تضمین نداریم که پول ما 6 ماه پرداخت شوه از طرف بازار بین المللی. و اون دلیلش چی است؟ دلیلش کمکاری دولت بوده که استاندارد سازی نبوده. خب حالا با توجه به تغییر نظام، امارت اسلامی در رابطه چه باید بکنن که هم تاجر و تولید کننده قالین سود بیشتری ببره و هم صادراتش عایدی برای کشور باشه؟ خب این سرمایه‌گذاری انگفتی کار داره. مثلا هیچ تاجر افغانی توان ازیره نداره، کسی سرمایه‌گذاری نکرده که قالین به 6 ماه و 1 سال به بازار بین‌المللی برسانه. این یک سرمایه‌گذاری کلان، یک سرمایه‌گذاری هنگفتی ضرورت است که و این سرمایه‌گذاری از طرف کی باید شود؟ از طرف دولت شود یا از طرف بانک‌های خصوصی وام‌های دراز مدت برای هر تاجر اختصاص بده که اینا قرضای دراز مدت بگیرن و با تکتانه کم که رقابت بتونه با پاکستان. یعنی حال ای کار تال نشده؟ نشده، نخیر. یگانه مشکلی که حال فعلا در بانک ها و در بودجه مشکل دارد، دولت هم بودجهش هر وقت کسری بیلانس بوده، هر زمان کسری بیلانس بوده، کسری بودجه بوده و دولت نمیتونه که یک بودجه انگفته به اختصاص بده و ما رقابت بتونیم. بالاخره شما سرمایه دارین، امتیاز دارین، توانمندی وجود داره. بله. خب سکتور خصوصی و نهاد حکومتی در کنار هم دیگه میتونه که متمم مکمل باشه. ما در بخش تخنیک، در بخش تخنیک از شروع از گرفتن پشم تا پروسس تار، تا پروسس رنگ، تا پروسس دیزاین، تا پروسس تا صادرات، حتی بعضی بحثی بود که آیا قالین در داخل افغانستان پروسس میشه؟ بله. پاکستانیایی که مثلا کارخانهایی که پروسس میشه همه افغانای ما که در اونجا کار میکنن پیش میبرن، اما افغانستان نیستن. بله، اما افغانستان نیستن، تخنیک افغانه ما پیش میبرن، کار ما پیش میبریم، اما قالین از افغانستان. سلامت باشین، تشکر. تشکر از شما جناب الیاسی صاحب، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین، از اینکه تا این لحظه برنامه را دیدین. از شما سپاسگزار هستیم و با یک تک بیت شعر برنامه را به پایان می‌رسانیم. دوستی با ناتوانان مایه روشندگی است، موم چون با رشته سازد شمع محفل می شود. تا فردا و فرداهای دیگر، خدا نگهدار.